من توی پریواچاتم توی این قسمتم برات سلام. سوالی، یکی از بچه ها بگیر. یه سوالی داره، من خودم هم نمیدونم میشه توی یوتیوب بیانش کرد یا نه. ببینیم واژه رو میشه بیان کرد، اگه میشه که من سوال اون دوستمونم میپرسم ازت. تو پرایوت چت میگی ببخشید آرمان جان، من الان یک کلاس آنلاین دارم، برای حرفامو بذارین برای دو نه روز بیا پایین آینده. پایین. خودکشی؟ نه اشکال، میتونیم خودکشی، میتونیم صحبت اوکی کنیم. بله اوکی 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 مرسی. پس من میخوای سوال رو بپرسم، بالا نیست، بعد بریم سراغ رابین. کی سوال داره اینو؟ اینو یکی از بچه هاست تو لایف چت بالا نمیتونه بیاد، ها یه سوالیه که چندین بار تکرار کرده میخواد بدونه. خب بگو سوالش. رابین جان یه لحظه سب کن، سوال این شخص رو بپرسیم بعد برو میشه. ببخش رابین عزیز، بعدم نیلوفر. جمهور پرسیده که بابک جان من میخواستم نظر آرمین رو در مورد خودکشی از نظر آتئیستا بدونم، اگه یوتیوب گیر نمیده این سوال حتما از آرمین بپرس. باش ببینید، ما نماینده آتئیستا نیستیم اینجا. خب آرمین اینجا نماینده آرمینه، بابک هم نماینده بابکه، ما حتی نماینده کل جمهوری بی خدایان هم نیستیم. خب هر کدوم ما، خب بر همین سوالی که ما میکنیم، نگی که از نظر آتئیستا، چون آتئیستا تنها چیزی که دربارش با هم نظرن اعتقاد نداشتن به خداست. هیچ چیزی شما نمیتونید بگین آتئیستا نظرشون درباره خودکشی چیه. شما میتونید بگین آرمین نظر تو چیه و بابک نظر تو چیه. اگه بگین اکثر آتئیستا چی فکر میکنن، ما میگیم نمیدونم چون من آمار ندارم. البته اخیرا اتفاقا فکر کنم یه آمار اومده ولی من یادم نیست جوابش چی بود. ولی حتی اگه اکثر آتئیستا هم یه چیزی رو با هم نظر باشن، این خودش به معنی این نیست که آتئیستی این نظر رو داره. این معنیش اینه که فقط اکثر آتئیستا اینجوری فکر میکنن. آتئیستی بغیر از اعتقاد نداشتن به وجود خدا، آتئیستی هیچ چیز دیگه ای نیست. خب نظر من اینه که خودکشی باید قانونی باشه. هر کسی حق بدنش، کاری که میخواد با بدنش بکنه حق خودشه و باید تو منم خیلی خوشحالم که تو خیلی کشورها این داره قانونی میشه. تو کانادا این قانونی شده و کسایی که میخوان این کارو بکنن به خاطر درد، به خاطر هر دلیل دیگه ای، به طور قانونی یک دکتر بهش میتونه، بهش میگن assisted suicide. خب یعنی به فارسی نمیدونم میشه، حالا پیدا کنم، ولی یه چیزی هست که نه تنها قانونیه مرگ بلکه میشه. نه assisted suicide. آره ببین، این اگه قانونی بشه معنیش اینه که خیلی ها با زجر کمتری میتونن اگه بخوان زندگیشون رو تموم کنن بتونن. ما نمیتونیم برای کسی تعیین بهش میگن خودکشی کمکی. میتونید شما برین تحقیق کنین خودکشی کمکی. خودکشی ببینید، شما اگه اینو غیر قانونی بکنین، کسایی که بخوان این کارو انجام بدن روشای رو انتخاب میکنن که زجرکش میشن. ببینید شما بدن شما مال شما، حق دارین. اگه شما نمیخواین ادامه بدین به زندگی، هیچ کسی حق نداره برای شما تعیین بکنه که شما به زور باید زندگی رو ادامه بدین. خب از قانونی هیچ دولتی نباید بتونه اینو برای شما تعیین بکنه. وقتی شما اینو آزاد میکنین، این باعث میشه که بیمارستان ها و دکترها بتونن تخصص داشته باشن که چجوری برای شما این کار رو به طور بی درد به زمانی که شما خودتون میخواین و یعنی تو محیطی که خیلی راحت تره، با خاطرات آخرین خاطرات بهتری با خانوادتون این تصمیم رو هم بگیرید، به جای اینکه مثلا از جای بلندی کسی مثلا بپره یا اینکه مثلا این چیزی بخوره که به طور خیلی بدون اینکه بتونه خدافظی درست بکنه. برای اینکه اگه اینا بدون اینکه کسی بتونه بیاد، چون که مثلا غیر قانونیه یا نرمالیزه مثلا ممکن نشده باشه، مجبوره بدون که به بقیه بگه یه همچین کاری انجام بده، وقت مثلا نتونه یه خدافظی درست حسابی بکنه. برای همین من خیلی خوشحالم که میبینم این داره آزاد میشه. من مادرم اتفاقا موقعی که مرد، یه مقدار تو کانادا مرد به خاطر سرطان و خیلی زجر کشید، و این قبل از این بود که تو کانادا خودکشی کمکی قانونی بشه. اگه خودکشی کمکی قانونی بود، من مادرم خیلی دلش میخواست که زودتر بره، خیلی دلش میخواست که زودتر بره، چون خیلی داشت زجر میکشید و این قابلیت اون موقع تو کانادا نداشت. من دیدم که چقدر زجر کشید و من دوست داشتم که مثلا مادر من این آپشن رو داشت، این انتخاب رو میتونست بکنه که اون موقع این رو نمیتونست. الان دیگه میتونست. الان اگه کسی دیگه مثلا اینقدر زیر زجر باشه، مثلا داره یه بیماری داره که نمیخواد دیگه تحمل بکنه، میتونه هیچ که
هیچ مثلا شوهرش و زن و بچه‌هاش نمیتونن برای تعیین کنن. اگه این آپشن رو بخواد، اگه این رو بخواد تعیین کنه برای خودش، دکترها باید حرفش رو گوش بکنن. و این خیلی قانون خوبیه به نظر من.